سلام بر شما، خوش آمدین. درود بر شما و بینندگان ارجمند تلویزیون اندیشه و همکاران در تلویزیون اندیشه. این دوستداران شما در اروپا رهاتون نمی کنن. خب دعوت می کنن دوستان و بر روی دیدنی هم هست و دیدارهای من این بار افزون بر سخنرانی ها یه رشته دیدارهایی برای کارهای دیگری که در دست انتشار دارم انجام دادم و خود اینها هم بر روی زمانی رو به خودش اختصاص داد و کارهای جالبی بود. از جمله دو نفر از دوستان در یکی از شهرهای اروپا چند سالی است، شاید نزدیک به 4 سالی باشه که درباره یک متن نسبتاً کم شناخته شده تورات که شاید نزدیک به 1000 سال از پیشینی آن بگذرد و به خط عبری اما به زبان فارسی است، به زبان فارسی دری است، به روی این کار کردن و در پیاده کردن این متن نزدیک شاید به 600 واژه گم شده فارسی رو یافتن و کار بسیار بسیار ارزشمندی است. من با این دوستان در چند سال گذشته روابطی داشتم و خیلی علاقمند هستم که این کار منتشر بشود. همکاری هایی در این زمینه با اونها دارم، دیدارهایی داشتم از جمله در این زمینه و این است که تنها کار برای سخنرانی ها نبود، اگرچه نزدیک به 11 برنامه سخنرانی هم در 4 کشور اروپایی داشتم و با اجازه شما هم بگویم که از صدام شاید آشکار باشد با اندکی خستگی و همچنین شاید هم سرماخوردگی محصول کشور سوئد و دانمارک که بسیار هم سرد بود به آمریکا بازگشتم و در خدمت شما هستم. خواهش می‌کنم. چند کشور رفتین آقای امینی؟ من به در 4 کشور اروپا سفر داشتم. در شهرهای آلمان، دانمارک، بلژیک و سوئد بودم و آخرین برنامه سخنرانی 2 روز پیش از پرواز به آمریکا در هامبورگ بود که بسیار هم از این سخنرانی و برنامه دوستان راضی بودن، خود من هم از استقبال و درگیری و سخن صحبتایی که با همه داشتم بسیار شادمان بودم، اگرچه این سخنرانی نزدیک شاید 5 ساعت و نیم 6 ساعت به درازا کشید با گفتگوهایی که پیرامونش انجام شد. یعنی 6-7 سخنرانی بوده خودش؟ بله، خودش 6-7 سخنرانی محسوب میشه. بله، خودش سخنرانی زیادی، 2 سخنرانی در 1 روز بود که به هم پیوسته بود و بعد هم پیرامون اون گفتگوهای دیگری با شرکت کنندگان پیش آمد. سوژه ها بیشتر چی بود آقای امینی؟ یکی از سوژه هایی که در بیشتر شهرها به اون پرداختم پیرامون همین کار تازه خودم درباره زندگی و زمانه احمد کسروی بود، همچنین درباره زبان فارسی و سرگذشت زبان فارسی در شهرهای اروپا سخنرانی هایی داشتم و در 1 شهر کل هم 1 سخنرانی شاید بتوان گفت پر از پرسش و پاسخ و درگیری و گفتگو درباره هویت ایرانی، هویت ملی و هویت قومی و گفتگوهایی که پیرامون اون در گرفته می‌داشتم که بر روی مورد علاقه شرکت کنندگان قرار گرفت. خیلی ممنون. آقای امینی، از رویدادهای آمریکا در زمانی که در اروپا بودین آگاه بودید؟ مثلا مسئله کابینه ترامپ. بله، اونجا که بسیاری از پرسش‌های همیهنان ما در اروپا درباره همین رویدادهای سیاسی آمریکاست و دلمشغولی‌ها و حتی نگرانی‌هایی که نسبت به این دگرگونی دارند، چون خیلی‌ها شاید بر این باور بودند که اگر خانم کلینتون انتخاب می‌شد همون سیاست‌های آقای ترامپ به واسطه آقای اوباما در مورد ایران ادامه پیدا می‌کرد که یک نوع آرامش، یعنی پدیدار ساختن یه نوع آرامش بود، دوری جستن از جنگ بود، اگرچه برخی هم شاید این باور رو و داوری رو در خود همین ایالات متحده آمریکا داشتن که خانم کلینتون تندروتر در سیاست خارجی از آقای اوباما عمل خواهد کرد، چون در مورد ایران خب تجربه لیبی و سوریه و اینها هم گواه بر این است که خانم کلینتون می توانست سیاست‌های رادیکال تری رو از آقای اوباما در پیش بگیره. اما نسبت به آقای ترامپ خب پیشینه بسیار کمی در دست است، یعنی ما
با ایشان به عنوان یک شخصیت سیاسی آگاهی آشنا نیستیم. ایشان به عنوان یک آدم هتلدار و شاید شخصیت تلویزیونی شناخته شده است و آدمهایی را هم که برگزیده، برخی از اونها شاید خطرناک هم باشند. مثلا این رئیس امنیت ملی، این مشاوری که برگزیده، خب این آشکارا میگوید که باید با ایران وارد جنگ شد و وارد درگیری شد. و همچنین وزیر دفاعی که انتخاب کرده، او هم به نظر می آید که به جناح جنگجوتر در ایالات متحده آمریکا وابستگی داشته باشه. من شخصا ارزیابیم در این هست که ترامپ از درگیری نظامی با ایران پرهیز خواهد کرد. من باور ندارم که انتخاب آقای ترامپ به درگیری نظامی آمریکا با ایران خواهد انجامید. و به ویژه اینکه آقای ترامپ خیلی روشن دارد میگوید که سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا اساساً بر پایه ایجاد یک نوع پیوند و همبستگی و دوستی و شاید حتی همپیمان شدن با دولت روسیه در مقابل جنبش‌های تندروی اسلامی خواهد بود. خب به این معنا خواهد بود که در مورد ایران و سوریه در سیاست خارجی ناچار کنار خواهند آمد. این ارزیابی من است و گواهی‌های زیادی هم در دست است که به دلیل همین سیاست بهای نفت افزایش پیدا خواهد کرد و همین روز هم ما شاهدیم که بهای نفت افزایش پیدا کرده، بالای 50 دلار رفته و من فکر می‌کنم شاید تا پایان امسال حتی به 60 دلار هم برسه. و این هم مورد علاقه ایران هست و هم مورد علاقه پوتین. و وزیر امور خارجه برگزیده شده اما هنوز تعیین نشده آقای ترامپ هم رئیس شرکت، بزرگترین شرکت نفتی جهان، اکسان موبیل هست، که خب این اصلا خودش یک گزینش بی‌نظیری است، بی‌مانندی است در تاریخ آمریکا. کسانی که در کابینه آقای ترامپ هستن روی هم رفته، باید گفت که سه گروه رو ایشان برگزیده: نفتی ها، ژنرال ها و بانکداران. اینها تعیین کننده هستند در کابینه تازه آقای ترامپ و بیشتر اونها هم مردان سفید پوست هستند. و یک چرخشی در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا، به ویژه در رابطه با نزدیکی با روسیه، ما شاهد خواهیم بود. و شاید این به درگیری با ایران نینجامد، آنگونه که برخی گمان میکنند که دولت تازه در آمریکا درگیری رو با ایران افزایش خواهد داد. گواهی بر این در دست نیست. آقای امینی، درباره این وزیر خارجه جدید بیشتر بفرمایید، نظرتون چیه؟ آدمی است که در تمام زندگی تنها برای یک شرکت کار کرده. از آغاز کار، از جوانی در شرکت همین اکسان موبیل بوده، که البته این شرکت پیوستن دو شرکت، دو قول بزرگ نفتی آمریکا، اکسان و موبیل هست، که امروز اکسان موبیل بزرگترین شرکت جهان به شمار می آید از نقطه نظر درآمد و یکی از موفق ترین شرکت های نفتی جهان است. ایشان از هنگامی که سرپرستی و مدیریت این شرکت رو در دست گرفتن، در واقع سیاست خارجی ویژه‌ای، اگر اسمش رو بشه سیاست خارجی گذاشت، برای این شرکت در پیش گرفتن که با سیاست های آمریکا همسو نبود و در خیلی جاها حتی با سیاست های رسمی دولت ایالات متحده آمریکا در تضاد، از جمله در عراق، در حالی که آمریکا سخت پافشاری میکرد، چه در دوره آقای بوش و چه در دوره آقای اوباما، که همه قراردادهای نفتی با دولت مرکزی عراق بسته بشود. شرکت اکسان موبیل نخستین شرکت بزرگ جهان بود که به طور مستقیم وارد معامله با اقلیم کردستان شد و سرپیچی کرد از این درخواست دولت ایالات متحده آمریکا. و خود این شخص هم، یعنی کسی که بناست بیاید، تلسان که بناست بیاید و وزیر امور خارجه آمریکا بشود، برای دوران درازی سرپرست بخش نفتی شرکت اکسان موبیل، بخش منافع اکسان موبیل یا شعبه اکسان موبیل در
روسیه بوده و با آقای پوتین خیلی نزدیکی داشته و حتی جایزه ویژه‌ای هم، نشان ویژه‌ای هم از آقای پوتین دریافت کرده و ایشان همراه با رئیس یا مشاور اصلی، رایزن اصلی شورای امنیت ملی یا سرپرست شورای امنیت ملی دولت تازه آمریکا که با پوتین و دولت روسیه بسیار نزدیک هستند، دو تن از سه یا چهار نفری هستند که سخت با دولت روسیه پیوندها و روابط نزدیک دارند. حتی همین وزیر امور خارجه آینده آمریکا، اگر البته مجلس آمریکا اینها رو تایید بکند، ایشان مخالف سرسخت تحریم ها علیه روسیه پس از الحاق کریمه به روسیه بودند و با اون مخالفت داشتند و روابط خیلی نزدیکی هم با دولت روسیه از دیرباز داشتند، حتی پس از اینکه دیگر در مسئولیت شاخه روسیه شرکت اکسون موبیل نبودند، حتی پس از اون هم این رابطه دوستانه رو با آقای پوتین ادامه دادند. به نظر می آید که در سیاست خارجی دولت آقای ترامپ یکی از مهمترین چرخش ها نزدیکی با دولت روسیه خواهد بود. آقای امینی، فرجام برجام چه خواهد شد؟ من گمان نمی کنم که دستی به برجام بزنند. شاید فشارهایی رو بر ایران افزایش بدهند، ولی باور ندارم که برجام رو دستخوش تغییراتی خواهند کرد، برای اینکه خب از یک سو روسیه و چین سخت مخالف چنین تغییراتی خواهند بود، دولت‌های اروپایی همکاری نخواهند کرد و آمریکا هم بر روی اون پولی که در ایالات متحده آمریکا در بانک‌ها بوده به ایران پرداخته و در ایران هم این از حزب رابع به قول آقایون علما آخوندها گذشته. رفته و گذشته و خرج شده و این معاملات و پیمان‌های تازه‌ای که میان برخی از شرکت‌های آمریکایی از جمله بوئینگ با ایران در جریان است، گفتگوهایی که در گرفته نشان می‌دهد که آینده این روابط آن گونه که آقای ترامپ در دوران کارزار انتخاباتی وعده می‌داد یک درگیری سرسختانه نخواهد. آقای امینی، صحبت از علما کردید، یاد آوردم که شنیدین؟ بله بله. صحبت از علما کردید، یاد آوردم که یه پرسشی هم میهنی از شما کرده است. بله بله. این پرسش درباره یکی از سخنرانی های شما در یکی از سفرهاتون به اروپا بوده. سخنرانی این چنین بوده که آقای امینی، شما پرسش ایشون این بوده که شما در سخنرانیتون فرموده بودید که علما، رهبران علما در ایران قبل از سقوط رژیم و قبل از انقلاب اینها در درون خودشون انشعاب داشتند. به کلام دیگر برخی میخواستند تندوی نکنند، برخی میخواستند تندوی کنند و این شنونده عزیز درخواست میکنه که در این مورد بیشتر توضیح بدهید. همچنین درباره کتاب شهید جاوید از نعمت الله نجفی حضورتون عرض کنم که نعمت الله صالحی نجف آبادی، صالحی نجف آبادی حضورتون عرض کنم که خود این کتابم موضوع جنگ و جدال اونها بود. مثل این که بله بله جناب موری، یکی از نادانی های سکولار های ایران یا اونهایی که با این جریان های نیرومند مذهبی دینی در ایران پیوند و روابط و آشنایی نداشتند، در درگیری ها و گرایش ها و جریان های درونی حوزه ها و در میان روحانیان بزرگ ایران بود. چنین برداشت می شد که ما با یک نیروی مذهبی، یک روحانیان، یک نیروی روحانیت یک پارچه که برخی
اختلاف سلیقه در میان اونها به چشم میخورد روبرو هستیم، در حالی که به هیچ روی چنین نبود و ما با یک جریان نیرومند رادیکال هوادار دخالت در سیاست و یک جریان نیرومندتر و چیره مخالف دخالت آشکار در سیاست در ساختار روحانیت شیعه ایران در شاید 30 یا حتی بیشتر 40 سال پیش از انقلاب 57 روبرو بودیم. یعنی از هنگامی که دولت رضا شاه در ایران پایان یافت و تا حدودی یک جامعه بازتری برای چند سالی به وجود آمد و روحانیان و گروه های مذهبی بار دیگر به سپهر سیاسی و اجتماعی گام نهادند، ما با یک درگیری های نظری در میان این ساختار روحانیت شیعی در قم و نجف و شهرهای دیگر روبرو هستیم. شاید برای کسانی که اینها رو دنبال نمی کردند دشوار بود درک این درگیری ها. مثلا از همون سالهای پس از شهریور 20 که گروه های مذهبی تندرو در ایران آغاز به کار کردند که مهمترین اونها فدایان اسلام بودند که با کشتن زنده یاد احمد کسروی وجود خودشون رو اعلام کردند، ما با درگیری های طلاب تندرو و طلابی که خواهان شرکت در سپهر سیاست بودند و پرخاش به دولت و درگیری با گروه های چپ و گروه های سیاسی و گروه های لیبرال بودند مواجه هستیم. مثلا در همون دوران میان شهریور 20 تا 28 مرداد در یک درگیری بسیار جدی میان هواداران فدایان اسلام و هواداران آیت الله بروجردی که مرجع تقلید بود، هواداران فدایان اسلام رو کتک زدند و از قم بیرون کردند. و جالب اینجاست که ماجرای درگیری هم به آوردن جنازه رضا شاه به قم مربوط میشد و اینها رفتن در مجلس درس بروجردی اعلامیه پخش کردند و حتی معروف شد، شایع شد که آقای خمینی و آقای منتظری، که البته آقای منتظری در اون بام چندان نامآور نبود و آقای خمینی هم مدرسی در قم بود، اینها با فدایان اسلام سر و سری داشتن. این رو آقای منتظری در کتاب زندگی نامش توضیح داده و میگوید که به دلیل این شکی که درباره آقای خمینی داشتن، حتی در یکی از نوروزها آقای خمینی و منتظری که رفته بودند برای دیدن آقای بروجردی، ایشان حاضر به دیدار با اونها نشده و اونها ساعت‌ها نشستن و سرانجام هم بدون دیدن ایشان از بیرونی خانه ایشان خارج شدند و دیگر هم به دیدارشون نرفتند. این درگیری ها ادامه داشت. بیشتر روحانیان شیعه نامآور ایران که بعد در سالهای پس از درگذشت آقای بروجردی، پس از سال 40 که آقای بروجردی درگذشت، در میان آنها 3 تن به نام آیات ثلاثه معروف شدند، نامآور شدند و اینها قم رو اداره می‌کردند و حالت مرجعیت داشتند. این اختلاف خیلی بالاتر گرفت تا جایی که خود پادشاه ایران هم، محمد رضا شاه هم در این کار دخالت کرد. یعنی آمد و به آیت الله حکیم تلگراف تبریک به عنوان جانشین آقای بروجردی زد و سپس هم از آقای خویی پشتیبانی می‌کردند و گروه های رادیکالتر آقای خمینی رو به عنوان جانشین آقای بروجردی می‌خواستند علم کنند و ایشون رو برجسته کنند که به ماجراهای خونین 15 خرداد انجامید. در تمام این دوران کسانی که از بیرون به این رویدادها نگاه می‌کردند بیشتر به جنبه ضد سلطنتی و یا جنبه ضد پادشاهی و ضد خارجی این جنب و جوش ها نظر داشتند و نمی دانستند و آگاه نبودند که این درگیری ها یک نوع درگیری در درون ساختار روحانیت شیعی است و اختلاف بسیار بسیار بزرگی است. من تا جایی پیش می روم که بگویم که پس از درگیری های خونین اخباری و اصولی نزدیک به 200 سال پیش که حتی به خونریزی و کشته شدن برخی از اخباری ها هم انجامید از سوی آقای بهبهانی، اون
زمان بزرگترین ملای باشنده در نجف یا در عتبات، این بار این درگیری میان دو جناح روحانیان شیعی ایران و نجف، قم و نجف، تندروترین و تندترین و پرماجراترین درگیری ها به شمار می آمد و بسیاری از روشنفکران و سیاسیون سکولار ایران آگاه از این درگیری ها نبودند. ساواک تا حدودی آگاهی از این درگیری ها داشت، ولی کار چندان جدی برای بهره برداری از اون جز دامن زدن به این تضادها نمی کرد. یک مورد بسیار بسیار برجسته این درگیری از سال حدود 47 آغاز شد. آدمی به نام همین آقای صالحی نجف آبادی، نعمت الله صالحی نجف آبادی، ایشان یک مدرسی در قم بود. مدرسی بود نجف آبادی در قم، چندان هم سرشناس نبود و در یک نشریه‌ای که در اون هنگام در قم منتشر می‌شد به نام معارف، پوزش می‌خوام من از شما و همیهنان به خاطر گرفته بودن صدام، امیدوارم که تا پایان برنامه بدتر از این نشود. مجله‌ای در قم منتشر می‌شد به نام معارف جعفری. ایشان در سال 1347، یعنی 10 سال پیش از انقلاب، یه سلسله نوشتارها در این نشریه به چاپ رساند درباره امام حسین و دیدگاه‌های تازه‌ای رو مطرح کرد. البته این دیدگاه خیلی هم تازه نبود، ولی برای اون دوران تازگی داشت. پیشینه‌های چند صد ساله درباره این گفتگوها وجود می‌داشت و این نظریه ایشان دو جنبه بسیار برجسته داشت. یکی درباره معروف است، درباره علم امام حسین به شهادت خود، که ایشان گفته بود که امام حسین علم به این نداشت که در این جنگ در کربلا کشته خواهد شد. و اما موضوع مهمتر این بود که شاید برای نخستین بار در 50-60 سال گذشته آقای نجف آبادی مطرح می کرد که قیام امام حسین، حالا درست یا نادرست کار ندارم، این سخنان ایشان بوده، که قیام امام حسین برای حکومت بوده، برای خلافت بوده و نه برای شهادت، و به این دلیل رفته به جنگ با دستگاه اموی، با فرزند معاویه درگیر شده، با یزید. و این خب بسیار بحث انگیز بود. این کتاب در سال 50، 49 یا 50 برای نخستین بار با عنوان مجموعی از همون نوشته هایی که این آقای نجف آبادی در معارف جعفری منتشر کرده بود، در سال 49 50 منتشر شد. ماجرای انتشارم خیلی جالب است، این رو خدمتتون میگویم برای اینکه جنبه پیچیدگی های جالبی داره. این کتاب رو این گونه که یادداشت های من نشان میدهد، چون من در واقع دارم درباره این موضوع برای انسیکلوپدیای ایرانیکا یک نوشتار بلندی رو فراهم میکنم، این است که از یادداشت‌های خودم برای شما میخونم. این گویا آقای منتظری و مشکینی یک نقد مانند پشتیبانانه بر این کتاب شهید جاوید نوشتن، ولی بسیاری از آدم‌های صاحب نام سرشناس حوزه با انتشار این کتاب مخالفت کردند. آقایی که مخالفت داشتند گلپایگانی بودند، مرعشی نجفی و چند تن دیگر، آقای صافی. آقای گلپایگانی که یکی از برجسته ترین مراجع اون زمان به شمار می آمد در ایران، چون آقای خمینی که در بیرون از ایران بود و آقای گلپایگانی که سرشناس‌ترین مراجع در ایران به شمار می آمد در قم، ایشان بیشترین کوشش رو برای جلوگیری از چاپ این کتاب کردن. خود ایشون خب میدونید که پس از اینکه آقای مشکینی یک یادداشتی در پشتیبانی از این کتاب نوشت، در اصفهان ناسزاهایی برخی از روحانیان بر منبر علیه آقای مشکینی و منتظری ایراد کردند و گروهی از طلاب جلوی خانه آقای گلپایگانی جمع شدند و آقای گلپایگانی به اونها پاسخ داد. از جمله
به برخی از نمایندگان اونها چنین گفته بود. صالحی، همین صالحی نجف آبادی، چند سال قبل کتاب را آورد نزد من و اجازه چاپ خواست. من با دقت خواندم، دیدم صلاح نیست و اجازه ندادم. صالحی گفت اگر آقای صافی، یکی دیگر از مراجع برجسته اون زمان، اگر آقای صافی گفت چاپ نکن، چاپ نمی کنم. ایشان، یعنی آقای صافی، هم مطالعه کرد و صلاح ندانست، ولی ناگهان شدیدم چاپ کرده. بعد این قسمت خیلی مهم، آقای گلپایگانی گفته هر کس مقلد من است، حرام است این کتاب را بخواند. حتی برخی دیگر از روحانیون بر سر منبر این کتاب را کفرآمیز خواندند و یکی از اونها، آیت الله طه، عمامه بر زمین زد و جلو افتاد و برای سوزاندن این کتاب به سوی جایی که شنیده بودند در چاپخانه این کتاب منتشر شده، گروهی از طلاب رو به سوی این چاپخانه راه انداختند. ماجرا خیلی بالا گرفت. دستگاه سازمان امنیت هم در این کار درگیر بود. 20,000 نسخه از این کتاب در سال 50 به ابتکار یکی از چاپخانه هایی که با دستگاه امنیتی ایران ارتباط داشت به چاپ رسید و اونها کوشش کردند که به این درگیری دامن بزنن. می توان این گونه داوری کرد که بیشتر روحانیان سرشناس ایران با داوری های آقای صالحی نجف آبادی سخت مخالف بودند و بر این باور بودند که باید در میان مردم همچنان این اندیشه رو پراکند که امام حسین برای شهادت قیام کرده بود، نه برای حکومت. ولی اونهایی که طرفدار حکومت اسلامی بودند و خط اونها برمیگشت به اون اندیشه‌ای که در همون دوران فدایان اسلام مطرح شده بود و جمله نواب صفوی در یک نوشته‌ای در سال 29 اون رو منتشر کرده بود، اونها این کتاب رو به فال نیک گرفتند و آقای منتظری و آقای مشکینی هم که برای این کتاب یک مقدمه نوشته بودند، البته آقای منتظری در زندان بود در اون هنگام، سکوت آقای خمینی هم خیلی تأثیر گذاشت. یعنی خیلی ها این گونه ارزیابی کردن که آقای خمینی هوادار اندیشه های درون این کتاب است. شاید هم بوده باشد. البته ما تا چند سال پس از اون نشانی از پشتیبانی ایشان از اندیشه های حکومت اسلامی هنوز با جدیت در دست نداریم، تا کتاب خود ایشان در این باره منتشر شد. ولی این ماجرا درگیری درون جامعه روحانیت رو واقعا آشکار کرد و صالحی نجف آبادی رو به عنوان یکی از نظریه پردازان موضوع حکومت اسلامی در برابر مردم نهاد. جالب اینجاست که اونهایی که انقلابی و رادیکال ببخشید آقای امینی، او رو کشتن؟ صالحی رو نخیر، صالحی تا بعد از انقلاب هم زنده بود و بعد از انقلاب یک کتابی نوشت در دفاع از آقای خمینی و توضیح دیدگاه های آقای خمینی و خیلی هم مورد حمایت بود، ولی در واقع خان نشین بود، اونها کار زیادی انجام نمیداد. پس من به یاد میآورم که در ارتباط با این کتاب یه نفر کشتن. کاملا درست میفرمایید. در سال گمان میکنم سال 57 پوزش ما 55 یا 56 بود که ماجرای این کتاب خیلی بالا گرفته بود و در اصفهان، من درست الان به یاد ندارم که سال 56 بود یا 55، ولی در اصفهان یکی از روحانیان برجسته اصفهان به نام آقای خیلی پوزش میخوام من یکی از روحانیان برجسته اصفهان که الان پوزش میخوام لحظه یک نام ایشان آیت الله شمس آبادی، ایشان در منبر علیه نویسنده این کتاب سخن گفت و حتی گفت که او کافر است، از دین برگشته است. خب چون آقای صالحی از نجف آباد برخواسته بود و در نجف آباد همراه آقای منتظری که اون زمان هم در زندان بود، آقای منتظری پیروان زیاد و هواداران زیادی داشت، گروهی که بعدها معروف شدن به نام گروه هدفی ها و بعدها معلوم شد که رهبر اونها برادر داماد آقای منتظری بوده، رفتند آقای شمس‌آبادی رو فریب دادند به بهانه اینکه میخواهند ایشان رو سوار ماشین کنند و از مسجد
پیاده به منزل میرفت ایشان رو با ماشین به منزل برسونن، بردن در یکی از بیابانهای پیرامون اصفهان، ایشون رو خفه کردن و در یه چاله انداختن و جنازش مدتی بعد پیدا شد و ماجرا خیلی بالا گرفت. در اون دوران که تب و تاب جریانهای سیاسی علیه دولت رفته رفته بالا گرفته بود، شایع شد که ساواک آقای شمس‌آبادی رو کشته و ساواک هم چیزی در این باره نگفت. شاید هم یک نوع علاقمندی داشت که قدرت خودش رو نشان بدهد که بله ما این کارها رو هم میتوانیم بکنیم. واکنش خیلی جدی نسبت به این موضوع نکرد و همون گونه که مانند ماجرای سینما رکس شهرت دادن که ساواک سینما رکس رو با آتش کشیده که دروغ بود، نیروهای مذهبی این کار رو انجام داده بودن، در مورد شمس‌آبادی هم گفته شد که نیروهای یعنی دولت در واقع او رو کشته و بهره گرفتند مخالفان دولت از این ماجرا، در حالی که بعدها معلوم شد که هدفی ها برادر داماد آقای منتظری آقای شمس‌آبادی رو کشته و بعد از انقلاب ایشون رو اعدام کردن. هاشمی کسی که اعدام شد همین رهبر هدفی ها بود که برادر داماد آقای منتظری هاشمی و الان اسمش خاطرم نیست، ولی او رو در واقع اعدام کردن بعد از انقلاب. ولی خود این کتاب توان گفت همراه با پیشنویسی که آقای منتظری و مشکینی بر اون نهاده بودند، یک سندی شد برای برانگیختن یک درگیری جدی در درون روحانیت شیعی. و باید گفت که پس از اون دعوای بزرگ اخباری و اصولی، این بزرگترین دعوایی بود که در درون روحانیت شیعی ایران در گرفته بود. دو تز هم در برابر اونها قرار داشت. صدای آقای امینی الان قطع شده ولی به هر حال به زودی برقرار خواهد شد. آقای امینی درباره همین کتاب شهید جاوید صحبت می‌کردند. کتاب شهید جاوید دو نکته اساسی رو مطرح کرده بود. یکی این که امام حسین نمی‌خواست به هر حال کشته شود و اصلا نمی‌دانست می‌خواهد کشته شود. قیام او برای شهادت نبوده و برای حکومت بوده. بعدها آخوندی به نام شمس‌آبادی چند سال بعد در اصفهان شروع کرد به اتک حمله به این نویسنده، یعنی صالحی نجف‌آبادی، و کتاب او به نام شهید جاوید. و بعد از چندی همین آقای شمس‌آبادی رو گروهی به نام هدفی ها که هواداران این کتاب بودند و اهل نجف آباد ربودند و در بیابان ها کشتند. بله بله، میبخشید من لحظه صدای شما رو جناب مهری نداشتم و پوزش میخوام. در واقع این درگیری که خیلی ها تو جامعه مدنی ایران، جامعه شهری ایران، نیروهایی که بر روی با هم درگیر بودند ولی به خانواده دیگری، به خانواده شهری ایران وابستگی داشتند، از اون آگاه نبودند، به گونه دیگری برداشت شد. تصور این بود که اینها بخشی از درگیری جریانهای تندروتر مذهبی با حکومت است، در حالی که چنین نبود. و من بارها در سخنان خودم، هم در این برنامه هم در گفتگوهای دیگری که ما با هم داشتیم و در سخنرانی های دیگر هم گفتم که انقلاب 57 انقلابی بود دو لبه. یک لبه آن ستیز با ارزش های مدرنیته بود و با نظام پادشاهی و دستاوردهای جامعه مدرن ایران، همه دستاوردهای جامعه مدرن ایران از زمان مشروطه به این سو. ولی لبه دیگران یک دگرگون سازی ساختار روحانیت شیعه ایران بود، آن چیزی که به نام مرجعیت و ساختار پذیرفته شده روحانیت شیعه ایران، شیعه ایران در 170-180 سال پیش از انقلاب 57 شکل گرفته بود و پذیرفته شده بود و تا حدودی هم با دولت کنار آمده بود، چه در دوران رضا شاه و چه در دوران محمد رضا شاه، اساساً یک نوع همکاری با دولت داشت، یک نوع کرنشی در برابر قدرت دولت داشت و
پوزش میخوان، دولت هم احترامی برای اونها قائل بود، یک امتیازی برای اونها قائل بود، این رو آقای خمینی بهش پایان داد و به این ترتیب وارد پدیده‌ای شدیم، وارد دورانی شدیم که پدیده‌ای به نام ولایت فقیه به جای مرجعیت نشست و مرجعیت رو کنار نهاد. این اندیشه 10 سال پیشتر از لابلای نوشته‌های آقای سالی رجب‌آبادی، آقای منتظری و برخی دیگر پرداخته شده بود، از جمله در کتاب حکومت اسلامی آقای خمینی هم که خیلی ها بر این باور هستند که به خامه خود ایشان نیست و دیگران برای ایشان نوشتند و ایشان تایید کرده این کتاب رو، پرداخته شده بود و در برابر پیروانشون قرار گرفته بود. بنابراین جریان کشته شدن شمس‌آبادی و همچنین این کتاب شهید جاوید یک نوع درگیری درونی جامعه روحانیت شیعی هم به شمار می آمد و نسبت به این موضوع بسیاری بی تفاوت بودند، آشنا به این موضوع نبود. آقای امینی، در واقع این صالحی نجف‌آبادی در این کتاب خواسته بگوید که امامان علم به غیب ندارند، علم به آینده ندارند، چون حسین نمی دانست که کشته خواهد شد در دشت کربلا و قیام او برای حکومت نبوده، برای حکومت بوده نه برای شهادت. یعنی در واقع ذهن امام رو دنیوی جلوه داده. بله، ببینید، برای همین هم برخی از اونهایی که خیلی پایبند دین هم نبودند، چپ بودند یا به گروهایی وابسته بودند که باورهای دینی جدی نداشتند، خوششون آمده بود از داوری‌های این کتاب و فکر می‌کردن این کتاب جنبه عرفی سکولار داره، در حالی که این کتاب سیاسی بود. در این کتاب دو موضوع رو آقای صالحی نجف‌آبادی مطرح می‌کرد. یکی همین نکته‌ای که فرمودید که امام علم به آینده نداشته و نمی‌دانسته که چه روزی کشته خواهد شد. البته خود او می‌گوید که امامان همه می‌دانستند که بالاخره شهید خواهند شد، ولی امام حسین نمی‌دانست در کربلا شهید خواهد شد. و این خب خیلی برای آخوندهای منبری سخت بود، برای که سالهای دراز اینا تبلیغ کرده بودن که امامان نه تنها به آینده و همه علوم چیره هستند، به زبان همه حتی حیوانات هم سخن میگوین و به همه چیز چیرگی دارن. جنبه دوم در واقع جنبه برجسته این کتاب هست، همین نکته است که می‌فرمایید که قیام امام حسین برای حکومت بود و این در واقع گوهر اندیشه آقای خمینی بود که باید برای سیاست قیام کرد، برای گرفتن دولت قیام کرد. و این گامی که آقای خمینی چیده شدن، اگر بیاد داشته باشید، حتی با صراحت گفت در راه حفظ حکومت اسلامی ایران حتی اگر اصول دین هم تعدیل شود ایرادی ندارد، فقیه میتواند، رهبر دولت دینی میتواند نه فروع دین بلکه اصول دین رو، توحید رو تعدیل کنه، چون حکومت دینی، حکومت اسلامی بالاتر از تمام این باورهاست. و این گوهر اندیشه آقای خمینی بود که یک نوع بدعتیست، یک نوع دگرگونی در اندیشه دینی چند صد ساله گذشته ایران بود و شاید 1000 ساله گذشته ایران. و از این روز که باید گفت انقلاب اسلامی، نمیگویم بر پایه این کتاب انجام شد، ولی این کتاب در دگرگون کردن دیدگاه های برخی از روحانیان تندروتر تأثیر خیلی زیادی داشت. آقای امینی، فرمودین که این آقای صالحی نجف‌آبادی بعد از انقلاب هم زنده مانده بود و در یکی از شهرها به زندگی ادامه میداد، نه؟ در قم میزید، ولی کتابی هم بیرون داد. من الان نام کتابش رو به یاد ندارم، ولی کتابی در پشتیبانی آیت الله خمینی بیرون داد و جزو پیروان آیت الله خمینی بود و در قم زندگی میکرد و گویا در قم یا نجف‌آباد یکی از این دو شهر درگذشت و از پیروان آقای خمینی بود. و البته کتاب او دیگر پس از انقلاب چاپ نشد، همون نسخه‌ای که پیشتر بود همون رو در واقع دست به دست بگردوندن و
کتاب شهید جاوید دیگه پخش نشد، دیگه به چاپ نرسید جز اون چاپ هایی که پیشتر در دست بوده. شما کدام چاپ ها دارین؟ من همون چاپ اولیش که در قم چاپ شده بود رو نسخه از اون رو دارم. حالا این نسخه خیلی زوار در رفته ایم هست. این مطلب رو برای دانشنامه ایرانی نوشتین؟ تموم شده؟ نوشتم، چون به انگلیسی است البته و یه مقدار باید تغییراتی درش بدم، ولی تقریبا آماده فرستادم برای ایرانیکاست. نوشته ای نیست که بتوانم رو حتما به فارسی به چاپ برسانم. میتوانم. یک بار هم آقای خلیلی پیشنهاد میکردن، میگفتن این کتاب رو به چاپ برسانیم با حواشی و توضیحات و غیره، شاید هم بد فکری نباشه، ولی بنده اینک آنچنان کارهایی در دست دارم که فکر میکنم به این کار نخواهم رسید. کتاب روی هم رفته خواندنی برای آدمهایی که با مسائل دینی آشنا نیستند نمی باشد. یعنی کتابی است که باید تا حدود زیادی دانش‌های دینی داشت تا به گوهر آنچه که در این کتاب آمده دسترسی پیدا کرد، اون رو دریافت. ولی بر روی روشن است که همین دو نفری که بر اون مقدمه نوشتن، پیشگفتاری نهادن، یعنی آقای مشکینی و آقای منتظری که یکی بنا بود جانشین ولی فقیه باشد، آقای منتظری و دیگر آقای مشکینی که از مهمترین مهره های دوران پس از انقلاب شد، نشان میدهد که چه جریانی در واقع بر سر کار آمده. خب نیک بنگرید که آدم هایی مانند گلپایگانی، مانند خانساری، مانند شریعت مداری، کسانی که روحانیان سنتی جامعه ایران بودند، یا در گذشته بودند یا پس از انقلاب خانه‌نشین شدند، یا مانند آقای شریعت مداری اصلا تقریبا میتوان گفت خلع لباس شدند و به اونها توهین زیادی شد. ولی کسانی آمدن رو بالا آمدن که اینها مانند همین آقای صالحی نجف آبادی، آدم های نسبتا پایین تر گمنام حوزه ها بودند، برخی از اونها تو مدرس هم نبودند. همین آقای رهبر کنونی انقلاب آقای خامنه‌ای مدرس هم به شمار نمی آمد، چون درس دینی درستی نخوانده بود. یا آقای هاشمی رفسنجانی اصلا کار حوزوی نکرده بود چندان. اینها بیشتر در حاشیه بودند و آدم های درجه دوم و سوم و چهارم ساختار روحانیت شیعی به شمار می آمدند. خود آقای خمینی هم نام‌آور شدنشون بیشتر در حوزه سیاست بود. آقای امینی دو دقیقه وقت داریم، بفرمایید. بیشتر نام‌آور شدنشون در حوزه سیاست بود تا مثلا کتاب‌هایی که ایشون بیرون داده باشن. برخی از روحانیان دیگر کتاب‌ها و تفسیرهای زیادی از اونها منتشر شده بود. و بنابراین ما با یک شورش دو سویه در انقلاب 57 روبرو هستیم. شورشی در برابر مدرنیته و برای که یکی از پیامدهای اون پایان دادن به پادشاهی بود، و دیگری شورشی در برابر ساختار سنتی جامعه روحانیت ایران، و هر دوی این شورش ها بر یک جامعه غیر شهری استوار بود. یعنی نیروهای روستایی که در نخست در دوران پس از اصلاحات ارضی و سپس به ویژه پس از آغاز دهه 50 با افزایش درآمد نفت به شهرها آمده بودند، این جنبش بر گرده اونها استوار بود و اونها بودند که نیروی رزمی این جنبش اسلامی به شمار می آمدند. و این کتاب شهید جاوید در واقع باید گفت که یک پیامی بود. بسیاری از کسانی که در این انقلاب شرکت کردن این کتاب رو نخوانده بودند، ولی این نشانی بود از اینکه چه چیزی در حال فوران و در حال دگرگونی و در حال گسترش در درون گفتگوهای نهانی و آشکار ساختار روحانیت شیعه در قم و نجف و شهرهای دیگر است. آقای امینی خیلی خیلی ازتون ممنونم، مطالب بسیار جالبی بود واقعا، خیلی ها شد خیلی از ماها نمیدونیم. مرسی آقای امینی عزیز، تا هفته آینده انشاءالله که دیگه سفرها فعلا موقوف است. نه بله دیگه، هفته آیندم که ما در آستانه ایام مبارک کریسمس خواهیم بود، شاید برنامه‌ای نتوانیم داشته باشیم، امیدوارم بتوانیم، ولی فکر می‌کنم دیگه رسیدیم
هفته آینده یا هفته های آینده میرسیم به کریسمس و به هر حال آغاز سال نو، و امیدوارم در اون دوران بتوانیم شاید حتی درباره کریسمس با هم صحبت کنیم و پیشینه کریسمس و آنچه که از سنت های میترایی به کریسمس رسیده. بسیار عالی، خیلی ممنون آقای امینی.